احتمالاً شعبده‌های خفن دارسی رو تو مسابقات استعدادیابی دیده باشین. تو این ویدیو میخوام تمام رازها و ترفنداش رو بهتون یاد بدم. تو این شعبده بازی اون اول یه پر در میاره و با آتیش زدنش اونو تبدیل به یه کبوتر میکنه و فوراً اون کبوتر رو تبدیل به دو کبوتر میکنه و اونا رو تو قفس میذاره. اون دوباره همین ترفند رو تکرار میکنه و با یه پر آتشین دیگه یه پرنده ظاهر میکنه و از اون پرنده یه تخم به دست میاره و اون تخم رو بلافاصله تبدیل به یه پرنده دیگه میکنه. اما هنوز تموم نشده، قسمت مهیجش اینجاست. اون یه کاغذ زر میاره و میسوزونتش و یه دفعه تبدیل به یه قفس میشه و اون قفس و با پرنده‌ای که میبره داخلش تبدیل به دو تا میکنه و در قسمت پایانی شعبده بازی جادوییش قفس بزرگی که روی میز قرار داره رو با پارچه میپوشونه و وقتی اونو بلند میکنه یه دختر بیرون میاد و قفس هم ناپدید میشه. اما راز این همه شعبده شگفت‌انگیز چی بود؟ بیاین از اول شروع کنیم. اول از همه اون یه پر آتیش میزنه، اما باید بدونید که اون یه پر معمولی نیست و از یه کاغذ مخصوص ساخته شده که بهش میگن فلش پیپر. در واقع این کاغذ طوری طراحی شده که وقتی آتیش میگیره حواس بیننده رو پرت میکنه و با نور و آتیش گسترده‌ای که ایجاد میکنه به شعبده‌باز این فرصت رو میده تا ترفندش رو اجرا کنه. و دقیقاً زمانی که کاغذ رو آتیش زد، با استفاده از نخ نامرئی متصل به کبوتر اونو از جیب مخفی کاپشنش بیرون میاره و اولین شعبده تکمیل میشه. و حالا که فهمیدی با نخ نامرئی و جیب‌های مخفی کاپشنش کبوتر رو بیرون میاره، احتمالاً راز دوتا شدن پرنده رو هم متوجه شدی. اگه هنوز تردید داری میتونی به این تصویر نگاه کنی. ببین چه جوری نخ نامرئی دوم رو برای درآوردن پرنده دوم داره آماده میکنه. وقتی اون کبوتر دوم رو با نخ میکشه بیرون، کبوترها رو پشت هم نگه میداره و با باز کردن دستش این توهم رو تو ذهن مخاطب ایجاد میکنه که یه پرنده رو تبدیل به دوتا کرده. اما بیاین ببینیم اون تخم پرنده از کجا پیدا شد. اگه با دقت به ویدیو نگاه کنین میبینین که اون از قبل یه تخم توی دستش داره که اونو چند لحظه قبل از یکی دیگه از جیبای مخفی کاپشنش درآورده بود. و همینطور هیچ پرنده ای هم از تخم بیرون نمیاد و طبق روش اول اون پرنده ها رو از جیبای مخفیش در میاره. اگه خوب به این صحنه نگاه کنی میتونی ببینی که دارسی تو این لحظه نیمی از بدنش رو از نگاه مخاطبا میدوزه و دست چپش رو پنهان میکنه و از جیب کنار کاپشنش یه پرنده کوچیک رو دو دستش میگیره و بعد تخم مرغ خالی رو دو دست راستش نگه میداره و حتی چند ثانیه قبل از افتادن تخم مرغ هم میتونین دوم پرنده رو به راحتی ببینین. اما بریم برای ترفند ظاهر کردن قفس. حتما با خودت میگی که ابعاد قفس بزرگ بوده و نمیتونسته اونو تو جیبش بذاره، ولی کاملا اشتباه میکنی. این قفس ها تاشوه و اگر به دست راستش دقت کنی میبینی که اون چند لحظه دستشو برده پشتش و قفس تاشو رو تو آستینش گذاشته و حالا با کمک یه فلش پیپر خیلی راحت و بی‌دردسر حواس مخاطب رو پرت میکنه و چند لحظه بعد همین قفس رو با پرنده داخلش تبدیل به دو تا میکنه. برای این بخش از ترفند قفس دوم رو از پشت خودش بیرون میاره و با فلش پیپر بعدی اونو بلافاصله پشت قفس اول قرار میده و طوری وانمود میکنه که انگار دوتاشون کرده. حالا احتمالاً این سوال تو ذهنت ایجاد میشه که اون چطور با این سرعت پرنده رو داخل قفس دوم قرار داده. در جواب باید بگم که این قفس‌های تاشو به اندازه فضا دارن که یه پرنده از قبل داخلشون قرار بگیره. در واقع پرنده دوم از اول داخل قفس بود و اگر نگران پرنده است که جاش تنگ و سخت بوده، باید بهت بگم که پرنده دوم فیک و کاملا الکی بوده و اگر با دقت بهش نگاه کنی اون اصلا حرکت نمیکنه. و در آخرین قسمت این شعبده بازی یه دختر رو از زیر قفس میاره بیرون. بذارین یه رازی رو در مورد همه شعبده بازی‌ها یادتون بدم. هر وسیله‌ای که تو شعبده بازی‌ها استفاده میشه یه وسیله مخصوص و تغییر شکل داده شده است. یعنی حتی اگر دیدین یه شعبده باز از کبریت داره استفاده میکنه، بدونین که اون کبریت با کبریت‌های معمولی فرق داره. بنابراین این قفس هم یه قفس مخصوصه و مثل قفس‌های عادی نیست. اگه دقت کرده باشی از ابتدای این شعبده بازی روی قفس با یه پارچه بلند پوشیده شده بود و در واقع این قفس دو محفظه داره و ما زاویه رو داشتیم میدیدیم که پرنده ها در قفس بودن و این دختر در محفظه پشت پرنده ها قرار داشت و در آخر با یه حرکت ساده میاد بیرون و همه شگفت زده میشن. امیدوارم از دیدن این شعبده خوشتون اومده باشه. اگر دوست داشتین کانال منو سابسکرایب کنین و زنگوله بغلش هم بزنین تا ویدیوهای بعدی منو از دست ندین. ممنونم که تا اینجا همراه هم بودی. خدافظ.